دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. درود بر شما. بیژن آتشینجان هستم، عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و 27مین برنامه روزگار آلترناتیو رو خدمت شما تقدیم میکنم. در ماهای اخیر برنامه‌های ما روی طرح پیشنهادی آقای دکتر نوری علا در مورد مراحل روند آلترناتیو سازی متمرکز بود. و هفته پیش هم بحث در مورد مرحله سوم یعنی حقانیت آلترناتیو ها رو به پایان بردیم. این هفته هم قرار بود وارد بحث در مورد مرحله چهارم روند آلترناتیو سازی بشیم. اما جریاناتی که در حال حاضر در اپوزیسیون خارج کشور و اغلب در همکاری با نیروهای داخل کشور پیش اومده، موجب شد که ایشون صحبت خودشون در مورد تشکیلات رو عقب بندازن و به جریاناتی بپردازن که به بحث آلترناتیو سازی ارتباط مستقیم داره. پس ابتدا به سخنان ایشون توجه میکنیم و ازتون دعوت میکنم همراه من به بخش هماندیشی بیاید و نظر و اندیشه هموندانمون رو بشنوید. با ما باشید. سلام دوستان، واقعا معذرت میخوام که این هفته مجبورم از ورود به مرحله چهارم روند پیشنهادی خودم برای آلترناتیو سازی خودداری کنم و به بحث درباره مقوله‌ای بپردازم که از دل حوادث جاری در اپوزیسیون برخواسته و البته اگرچه ربط مستقیمی با بحث من درباره روند آلترناتیو سازه، اما بیان اون هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ جلوگیری از برخی سوء تفاهم‌ها همینجا و هماکنونه. ببینید، از نظر من آلترناتیو سازی تفاوت زیادی با تولید یک محصول در کارخونه رو نداره. در هر کارخونه ای وقتی میخوان محصولی رو تولید کنن، اول طرح تولیدش رو میریزن، یعنی از یک سو نگاه میکنن که این محصول چه کمبودی رو در بازار پر میکنه و مطالبه بر اون در چه حده و اصلا آیا این کارخونه ظرفیت و ماشینالات تولید این محصول رو داره و در این حال بودجه ها و نیروی کار لازمش رو هم مطالعه میکنن و آخر هم عطف به مطالعات بازاریابی که مطلوبیت محصول رو تضمین میکنه، محصول رو میسازند، به بازار عرضه میکنند و براش تبلیغات و آگاهی رسانی هم میکنند. آلترناتیو هم یک سازه و محصوله و اگر همه ملاحظات در مورد روند تولیدش در نظر گرفته نشه، وقتی بازار محصول به بازار عرضه میشه یا اصلا مورد استقبال قرار نمیگیره و یا اگر به خاطر تبلیغاتی که شده بهش استقبال نشون میدن، خریدهای اولیه به سرعت فروکش میکنه و حتی تولید کننده رو تا سرحد ورشکستگی میبره. به همین دلیلی که من ادعا میکنم مراحل ششگانه تولید آلترناتیو و به خصوص مرحله اول اون از یک اهمیت حیاتی برخوردارن و عدم رعایت جوانب کار حاصلی جز شکست نخواهد داشت. در همین جاست که من دوست دارم عطف به سابقه جریان تولید آلترناتیف های نسنجیده رو با نام جعلی هخامنشی مشخص کنم یا هخائیزم مشخص کنم. من این
اصطلاح حقائیزم رو از داستان آقای فتح‌الله خالقی یزدی که خودش رو با نام اهورا پیروز خالقی یزدی معرفی میکرد و به مرور ایام با نام مخفف حقا معروف شد گرفتم. 18 سال پیش در 1383 او در تلویزیون ماهواره‌ای رنگارنگ یک شومن ایرانی مقیم امریکا بود و ابتدا به برنامه فالگیری و جنگیری و اینجور مسائل اشتغال داشت، اما رفته رفته مدعی شد که حقا یک مکتب اخلاقی اجتماعی بوده که با واژه منش به معنی خوی و طبع و طبیعت و خصلت و سرشت ترکیب شده و هخامنشیان دارای منش هخا بودند که در روزگار ایشون این مسئله به ایشون منتقل شده و ایشون منش هخایی دارند و به همین دلیلم به نام هخا مشهور شدند. ایشون به مرور در کنار فعالگیری و جنگیری مدعی شد که میتواند حکومت اسلامی رو منحل کنه، منقرض کنه، بر بیاندازه و این کار رو با اعزام 50 فروند هواپیما به تهران انجام میده. تاریخ هم معین کرد، گفت در تاریخ 10 مهر 1383 با 50 فروند هواپیما که حامل همراهانش هستن به تهران میره و رژیم اسلامی رو سرنگون میکنه. تکرار هر شبه حرفهای حضرت حقا و نحوه جدی بودن اجرای برنامه رفته رفته نظر عده‌ای رو در داخل و خارج ایران به خودش جلب کرد و برخی از آدمای مشهور هم به اون روی خوش نشون دادن. اما خب در تاریخ وعده داده شده که عده‌ای هم در داخل و هم در خارج کشور منتظر اون 50 هواپیما بودند، حقا در تلویزیون رنگارنگ اعلام کرد که بنا به خواست برخی از همراهانش اجرای برنامه‌اش رو به زمان دیگری موکول کرده. خب این امر در اندک مدتی داستان رو به یک اتفاق کمدی بدل کرد و صدا سیمای رژیم اسلامی هم به عنوان تفریح و البته بخواه برای ناامید کردن باور کنندگان به وجود نیرویی که میتونه حکومت رو سرنگون کنه، صحنه هایی از گفته های او رو پخش کرد. تا 11 دقیقه دیگر به ثمر میرسد. شما هم وطنانم همه با هم برخواهید خواست و با هم سر ساعت 10 با هم سرود ایران میخونم. صدای شما به تمام دنیا رسیده. درست 8 دقیقه و 58 ثانیه دیگر این انقلاب هخامنشی ملت ایران پس از 2564 سال آغاز می شود، شروع می شود. همه با هم سر ساعت 10 از خانه ها خارج می شویم و زمان امور را آرام طبق برنامه‌ای که پیش پیش به شما گفته شده است در دست خود خواهید گرفت. فقط 1 دقیقه دیگر مانده. یکی از بینندگان ما می خواد در حدود 20 ثانیه به شما پیام بده. بفرمایید جناب رو خط هستید. فقط 19 ثانیه دیگر به قیام. آقا صادق از بهترین خوشبختی و خدا آشان خواهد شد. چنین شخصی بیگمان از نیروی 7 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه. ببینید از نظر من تجربه حقا
تجربه منحصر به فردی نیست و هر کس یا گروهی که بدون توجه به لوازم کار ادعای آلترناتیو سازی یا آلترناتیو بودن بکنه به همین سرنوشت دچار خواهد شد. و نمونه تازه ای از پدیده هخائیزم رو به نمایش خواهد گذاشت. اتفاقا رژیم اسلامی هم نه تنها از این موضوع استقبال میکنه، بلکه خودش هم به اعلام موجودیت آلترناتیف هایی که سقوطشون از یک سو موجب خنده میشه و از سوی دیگر ناامیدی مردم رو به همراه داره کمک میکنه. در نتیجه یک باره میبینیم که مثلا عده‌ای از آدم های مبارز دور هم جمع میشن و با تشکیل مجلس و شورا مدعی میشن که قصد سرنگون کردن رژیم اسلامی رو دارن. اما در هیچ یک از مراحلی که طی میکنند یا باید طی بکنند کارهای لازم رو انجام نمیدن. مثلا نه معلومه که چه کسانی چگونه گرده هم آمدند یا موارد توافقشون تا چه حد بر اساس واقعیت‌های جامعه ایران بوده است و به عبارت دیگر کالایی رو که به بازار افکار عمومی روانه کرده اند چگونه بازاریابی شده، چگونه از وجود تقاضایی برای اون محصول اطمینان حاصل پیدا کردن یا توان تولید محصول یا وعده های خودشون رو بر اساس نیازهای بازار دارن یا ندارن. ببینید، ما در بحث راجع به آلترناتیو سازی با اصطلاح چلبی سازی هم آشنا هستیم و میدونیم که تعریفش اونه که یک نیروی خارجی برای حکومتی که در کشوری مستقل هست آلترناتیو میسازه و اون رو با حمله نظامی به قدرت میرسونه. اما شاید توجه نکرده باشیم که هخائیزم هم روی دیگر همین سکه است، با این تفاوت که چلبی سازی با آتشبار نیروی بیگانه بر کشور تحمیل میشه، اما این یکی در قهوه خونه های اینترنتی شکل میگیره و گرد و خاک میکنه و بعد در عمل یا از بین میره و تبدیل به خاطره ای میشه در کتاب های تاریخ و سوژه ای میشه برای خنده آدم های بیطرف. و از طرف دیگه سوء استفاده دستگاه جهنمی حکومت که میکوشه هر کوشش براندازه ای را یا در نطفه خفا کنه و یا اگر نتونست اون رو به مضحکه مبدل بسازه. در هخائیزم آنچه به کار آلترناتیو مربوط میشه با عدم رعایت مراحل و عدم توقف کافی در هر مرحله همراهه. اگر بخوایم به همون مراحل از روند آلترناتیو سازی بسنده کنیم، با چی روبرو میشیم؟ انتخاب اشخاص غلط، تعیین هدف غلط، فقدان حقانیت درست حسابی. همه اینها هر حرکت آلترناتیو سازانه ای رو به مضحکه دلشکن برای اپوزیسیون و خوشحال کننده برای رژیم تبدیل میکنه. خب دوستان، داستان جالبی شد. تا حالا یا حکومت اسلامی از این آلترناتیوهای قلابی در خارج و داخل کشور به راه انداخته و بعد به ریشه همه خندیده، و یا اینکه اشخاص متوهم و خوشباور به امید رسیدن به قدرت دستن در کار آلترناتیوهایی شدن که محکوم به شکست شدن. هماندیشی امروزمون رو با سخنان هموطن گرامیش خانم شبنم بدری آغاز میکنیم. بفرمایید خانم بدری. مرسی، ممنون خانم قیاسفند. ویدیو رو که دیدم، از حالا تصاویر ویدیوی آقای خالقی، من رو یاد تصاویر ویدیویی که قبلا از مریم رجوی می دیدیم انداخت، که تلفن به دست فرمان می داد به پیش آتش. و خب این نمایش های مصحک سازمان مجاهدین هم
هنوز همچنان به یه شکل دیگه ادامه داره، مثل استخدام افراد خارجی برای شرکت در تجمعاشون و از این افراد استفاده کردن به عنوان مبارزان و مخالفان جمهوری اسلامی. و میگم حقاها هنوز هم به شکلهای دیگه پس فعال هستن. نکته دیگه ای که آقای دکتر اشاره کردن در مورد تکرار یک مطلب بود که چه تأثیری میتونه بذاره روی مردم و گاهی اوقات سبب بشه که اونها مطالب غیر حقیقی رو بپذیرن، مطلبی که میشه ازش استفاده کرد برای توضیح چگونگی و کارکرد تبلیغات و یا پروپاگانداها و غیره و غیره که در مورد داستان حق ها هم آقای دکتر اشاره کردن که چجوری یکی از عواملی بود که شاید کمک کرد که این داستان از سوی عده‌ای پذیرفته بشه. البته فکر میکنم همچنان هم عده زیادی چه توی شبکه‌های اجتماعی چه تلویزیون‌های ماهواره‌ای فکر میکنن هر چقدر بیشتر داد و فریاد کنن و فحاشی کنن مبارزتر هستن، و چون برای سالهای طولانی هم مشغول داد و فریاد و فحاشی بودن، این رو برای خودشون در نظر گرفتن که دارن یه هزینه‌ای پرداخت میکنن، پس حق رهبری هم از این بابت برای خودشون قائل میشن. یعنی این افراد حالا خواسته یا ناخواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه، دارن از این شیوه های مضحکی که استفاده میکنن برای خودشون حق قائل میشن برای حتی گاهی رهبری جریان های زیادی. همچنان هم فعال هستن، همچنان هم میبینیمشون و خب متاسفانه یکی از ابزارهایی هستن که رژیم ازش استفاده میکنه برای بقا، و وسیله هم شده همونطور که آقای دکتر اشاره کردن برای ناامید کردن مردم. ولی این رو نباید فراموش کنیم که درصد این افراد در بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی کمتره تا این افراد مضحک در بین مسئولهای جمهوری اسلامی. یعنی هنوز میتونیم بگیم رتبه اول نمایش‌های مضحک رو خود مسئولهای جمهوری اسلامی دارن. یعنی جنایتکاری مثل خمینی وقتی که صحبت میکنه، اگر که صحبتاش قابل فهم باشه، خیلی اوقات اصلا قابل فهم نبود که چی میگه و حالا شاید هم آمدانه بوده. اگر صحبت‌های خمینی فهمیده میشد، در بهترین حالت میتونیم بگیم که کاملا یه محتوای بی‌ارزش داشت. الان هم که رئیسی از وقتی رئیس جمهور شده دیگه درصد بالای مطالب طنز مربوط به خود آقای رئیسی هستش و تعداد این افراد هم کم نبوده در جمهوری اسلامی و در بین مسئولاش، احمدی نژاد غیره و غیره و غیره، میشه همچنان نام برد. یعنی متاسفانه افرادی مثل حقا در بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بودن، ولی باز هم خود جمهوری اسلامی در این زمینه پیش دازه. مرسی، ممنون خانم قیاسفند. خیلی ممنون. آقای فرشید آقازاده بفرمید، خواهش میکنم. درود بر شما، خیلی ممنون. من فکر میکنم که در شرایط اخیر در ایران که یک حکومت مستبد و ابتدایی داریم، خود به خود این خلأ که هست که به یه شکل طبیعی جنبش ها و تشکل های سیاسی شکل نگرفتن، این خلأ که به وجود میاد باعث میشه که اپوزیسیون های کاریکاتوری مبتذل و ناقص القلقه شکل بگیرن، که اینها رو خیلی دیدیم، از جمله نمونه‌ای که در ویدیو بود و خیلی نمونه های مشابهی که دائم پیش میاد. و من فکر میکنم که باید هوشیارانه از آلوده شدن به برنامه های این گونه اپوزیسیون ها پرهیز کرد. خیلی ممنون، از من تمام. خیلی ممنون. عرض کنم آقای جمشید سرخجو بفهمید، خواهش میکنم. سپاس از شما. موردی اشاره کردن آقای دکتر در این ویدیو، مورد جناب حقا، که خب یکی از کمدی ترین مواردی بود، که بدترین مواردی بود که حالا نمیشه خب بدیم اسم اپوزیسیون رو روش گذاشت، منتها
یک حرکت مقاومتی اگه بخوایم اسمش رو بذاریم. ولی خب موارد دیگه هم بوده که بسیار افراد معتبرتری تو شرکت داشتن، به حال یه طرح و برنامه‌ای هم داشته، متا لاجرم به نوعی به همین سرنوشت دچار شده. فکر میکنم انتقای دکتر گفتن مهمترین مشکلی که داره برنامه های اینطوری در واقع آلترنتیف هایی که به شکست برمیخورن این هستش که علارغم این که خب هدفی رو برای خودشون قرار میدن، منتها برای رسیدن به این هدف معمولا طرح و برنامه خاصی رو مد نظر ندارن و بیشتر به این شبیه که شما فرض کنید که میخواین با یه نفر یه جای دعوا کنید، بعد فکر میکنید نمیتونید تنهایی توانه این کار رو ندارید، بعد میرین دیگران رو هم وارد میکنید، میگی مثلا اگه 5 نفر باشیم احتمال موفقیت بیشتره و این رو به یه پوششی برای نبود این طرح و برنامه قرار میدن. یعنی خیلی از گروه ها در واقع اینطوری تشکیل میشن، امضاهای جمع میشه به 50 نفر، بسیارشون خب افراد معتبری هستن، با این دید که تجمیع این افراد که خودشون به تنهایی افراد معتبری هستن یا در یه شاخه بخصوصی متخصص هستن باعث میشه که نبود طرح برنامه رو پوشش بده. یعنی اینطوریه که خب اگه ما 100 نفر باشیم، این 100 نفر سیاسیون باشن، بسیارشون سابقه مبارزاتی داشته باشن، فرض کنید زندان رفته باشن، الان خارج از کشور هستن و حالا که داره هم جمع میشیم، خب میتونیم یه حرکت بزرگی رو انجام بدیم، در صورتی که اون برنامه کلی پوشش نبوده. یعنی اول تصمیم نگرفتن حالا 100 نفر باشیم، 200 نفر باشیم، چطوری میخوایم به این هدفمون برسیم و در نهایت همین اتفاق میفته که بارها در سالهای گذشته اتفاق افتاده که این سازمانهایی که با اسمهای بسیار بزرگ برای نجات ایران تشکیل شده، افراد بسیار بسیار معتبری با نیتهای خیلی خوبی، اساسا بسیار اینها اینطور نبوده که در واقع قصدشون از اول صرفا پر کردن فیک یه خلای سیاسی بوده باشه، واقعا نیتشون بوده که بخوان در اپوزیسیون حرکت خوبی داشته باشن، ولی به خاطر اینکه طرح برنامه منسجمی نبوده، نقش این اشخاصی که در واقع امضا کردن یا بهش پیوستن مشخص نبوده، خیلی از مواقع در واقع جمع به این دلیلی که صرفا میگم میخواستن که جمع بزرگی باشه، میبینین که از جمع ازداد تشکیل شده، یعنی کسایی عضو این سازمان ها شدن که ممکنه سر یه میز نتونن کنار هم دیگه بشینن، اصلا برنامه هاشون به طور کامل با هم دیگه تفاوت داره، منتها صرف اینکه خب اول این اعلام این سازمان خواستن که اسم افراد مختلفی رو بیارن با این امید که در داخل کشور یا خارج از کشور افراد بیشتری رو جذب کنن که معمولا هم به این هدف نمیرسه. و فارغ از این شکستی که ممکنه به وجود بیاد، یه ایرادی دیگه ای داره که فکر کنم اون هم در واقع از نبود اون طرح و برنامه مشخص ناشی میشه، همین اعلام نکردن برنامه زمانی هست. یعنی این سازمان ها که تشکیل میشن هیچ وقت نمیگن ما برنامه داریم تا 1 سال تا 2 سال به این هدفمون برسیم، تا دیگرانی که در واقع این گروه رو دوربان میکنن یا کسانی که میخوان بهش بپیوندن در واقع برنامه زمانی تا ذهنشون داشته باشن که خب اگر 2 سالی دیگه به این هدف نایل نشد، میشه این حرکت رو در واقع شکست خورده قلمداد کرد. چون اعتراف به شکست در فرهنگ ایرانی در تابوی خیلی خیلی بزرگی هست، شما میبینید که به اینجا میرسیم که ده‌ها سازمان تشکیل شده، کاری ازشون بر نیومده، متأسفانه ادامه پیدا کردن به خاطر اینکه هیچ وقت نگن که این پروژه ما شکست خورده. یعنی علارغم اینکه فعالیتی ممکنه نداشته باشه، کماکان به کارشون ادامه دادن فقط به این جد که هیچ وقت این شکست نمود پیدا نکنه، شکست در رسیدن به هدفشون. و خب طبیعتا هم یه در واقع تاثیر جانبی که داره یه ناامیدی هست، کسایی که بسیار با انرژی زیاد از دور یا ممکنه اصلا مستقیما عضو این سازمان ها بشن، خب موقعی که به نتیجه نمیرسه ممکنه اصلا دچار سرخوردگی از اپوزیسیون بشن، یه سریشون اصلا کار سیاسی رو کنار میذارن. و میبینیم که در بسیاری از تلویزیون ها مثلا ما صدها تحلیلگر داریم که شما تا سابقه اینها رو نگاه کنید در زمانی عضو یک سازمانی بودن و به دلیل این سرخوردگی چون به هدفشون نایل نشدن کلن از کار تشکیلاتی دست کشیدن. الان هم میگم که ما به هیچ گروه و سازمانی وابسته نیستیم. این هم یکی از تاثیرات جانبی این در واقع حرکت هایی که
به صورت مشخص برنامه‌ای که اولا اینم بگیم خب طبیعتاً هیچ سازمانی شما نیم گارانتی نداره که در کارش موفق بشه، منتها خب میشه برنامه‌ای رو تهیه کرد که این برنامه احتمال موفقیتش بسیار زیاد باشه و این شکست‌ها در نهایت هزینه‌ای میشه که ممکنه هزینه جانی نباشه، منتها این سرخوردگی سیاسی که ایجاد میکنه چه بسا بدتر از هزینه‌های جانی باشه که مردم در داخل ایران در واقع متحملش میشن. ممنون. سپاسگزارم. خانم سارا فرزان بفرمایید، خواهش میکنم. خانم فرزان، در ادامه صحبت دوستان میخواستم عرض کنم که به هر حال بحث آلترناتیو سازی و یا هر گونه تغییری در ساختار سیاسی یک حکومت هم خودش ملزوماتی رو نیاز داره که از مهمترین اونها داشتن طرح و برنامه است. ما نمیتونیم خیلی تفاوتی قائل بشیم در حوزه مدیریت بین مدیریت و مدیریت پروژه آلترناتیو سازی با مدیریت پروژه حتی یک تولید یک ساختمان یا تولید یک کالا. ببینید در یک طرح همه دوستانی که اندکی مطالعات مدیریتی دارن حداقل عناصری رو میدونن که یک سری عناصر کلیدی برای اجرای یک طرح همیشه وجود داره. به عنوان مثال من خاطرم هست زمانی که قرار بود که طرح‌های کوچیکی رو در حوزه کاریمون انجام بدیم، یک پیش‌طرح‌هایی می‌نوشتیم در حد 2 یا 3 صفحه برای هر کاری که قرار بود انجام بشه که عناصر کلیدی مثلا مشکل موجود یا ضرورتی که باید این کار انجام بشه یا اهدافی که باید برای این کار باشه، اجرای طرح و برنامه، بودجه بندی به لحاظ بودجه بندی مالی، زمانی، منابع انسانی، منابع مالی، اینها همه چیزهایی بود که حداقل‌هایی بود که برای نوشتن یک پیشنویس طرح لازم بود. حتی برای نوشتن یک طرح توجیهی برای اینکه شما بخواید یک در واقع بودجه‌ای بگیرید برای اینکه یک کاری رو انجام بدید، یک کارگاهی رو اندازی کنید. بحث آلترناتیو سازی هم دقیقاً به یک سری پیش نیازها و یک ملزوماتی احتیاج داره که اگر اونها وجود نداشته باشه 100% در نهایت شکست اتفاق میافته. در بحثی که الان موجود هست ما میبینیم در حوزه اپوزیسیون ها گاهی اوقات من فکر میکنم این اپوزیسیون هایی که در ائتلاف های خودشون دچار مشکل هستن یا همبستگی هایی ایجاد میکنن که جمع نقیزه این گاهی اوقات هست، اینها تا مرحله شناسایی مشکل یا به عنوان مثال ضرورت یا در حد اهداف شاید یک کمی با هم جلو میرن، اما در بخش استراتژی هاشون، تاکتیک هاشون، بودجه هاشون، تشکیلاتشون، سازماندهیشون اصلا به نظر میرسه که هیچ گونه فکر یا برنامه‌ای رو ندارن. حالا بحث آلترناتیو سازی ما که مدت هاست در حوزه روزگار آلترناتیو سازی داریم کار میکنیم، داریم استراکچری رو ارائه میکنیم که میگیم که برای آلترناتیو سازی هم ضرورت داره که ما استراکچری داشته باشیم که بر اساس یک سری گام هایی که پیش نیاز یک دیگر هستند حرکت بکنیم تا بتونیم به هدف نهاییمون برسیم. اما اون چی که داره اتفاق میفته این نداشتن طرح و برنامه در تشکیل گروه ها، دسته ها، ائتلاف ها و شاید به نوعی حرکت هایی که من میگم حرکت های شعورمندانه و نه شعورمندانه، این که ما سریعا اقدام بکنیم به این که میخوایم حرکتی رو انجام بدیم در حالی که ملزومات اون کار فراهم نشده چیزی جز شکست نخواهد داشت. و من شخصا میگم که حرکت های دونکیشوتی هستش. حالا بحث حخا در این فیلم در گفته های دکتر مطرح شد، من همیشه از این افرادی که در واقع تصورات و تخیلات یک شبه به یک مرحله رسیدن و یا در نظر نگرفتن پیش نیازها و ملزومات کار رو در واقع در ذهن ندارن به عنوان دونکیشوت‌های نام میبرم که میرن به سمت آسیاب بادی و برای تخریب یک ساختاری میخوان حرکت بکنن، در حالی که
من فکر میکنم که تا زمانی که ما استراکچر دقیق یا نقشه راهی رو برای آلترناتیو سازی یا برای انحلال یا برای گذار از جمهوری اسلامی پیش روی خودمون نداشته باشیم، هر گونه اقدامی بخوایم انجام بدیم منجر به شکست خواهد شد. این هستش که فکر میکنم در هفته های گذشته هم گروه های اقدام به تشکیل یک سری ائتلاف ها و در واقع تشکل هایی داشتن. ما ضمن اینکه تشکر میکنیم از اینکه همه به این ضرورت رسیدن که باید با هم همبستگی و همگرایی داشته باشن، از این بابت استقبال میکنیم و امیدواریم و آینده خوبی رو تصور میکنیم، در حالی که خب باید این هم بدونیم زمانی که دوستان ما در مرحله تا مرحله ضرورت و شناسایی اهداف خوب پیش میرن، اما برای ادامه اون ممکنه هیچ برنامه‌ای نداشته باشن، این یأس و ناامیدی هم به طور فلسفی برای ما اتفاق میفته که باز هم ما شاهد شکست گروه‌هایی خواهیم بود که بدون برنامه دست به تشکل‌ها و در واقع ائتلاف‌هایی می‌زنند که ساختار درست حسابی و استراکچر دقیقی نداره. این هستش که در اینجا می‌خوام یک تبلیغاتی هم داشته باشم برای حزب سکولار دموکرات و بگم که از همه دوستان می‌خوام که حداقل برنامه‌های روزگار آلترناتیو رو ملاحظه کنن و با این استراکچر دقیق آشنا بشن. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. آقای دکتر نوری‌علا، غیر از جریان‌های ناکامی که تا الان مطرح شد، البته یکی دوتاش بیشتر مطرح نشد، به نظر شما چه جریان‌های ناکام شده‌ای تا حالا وجود داشته و ناکامی این جریان‌ها رو اگر بخواید یکی دوتاشون رو نقد کنید چطور نقد می‌کنید؟ چه مواردی رو دلیل اون ناکامی‌ها می‌دونید؟ ببینید، آلترناتیو سازی مثل هر کاری پرش به سوی آینده است. شما یه تخمکی رو در خاک میکارید و میگید که این قراره که درخت بشه، ولی این احتمال هم وجود داره که هیچ وقت این درخت نشه. نمیدونم سرما بزنتش، نمیدونم خاک مناسب نباشه، کود نداشته باشن، همه حرفا. یا مثلا شما این سازمان فضانوردی امریکا رو بگیرید که میخواد یه دونه موشک بفرسته به کره ماه، تا زمانی که مطمئن نشه که این موشک همه فکرها شده در موردش و دوگمه که بزنه این موشک میرود به کره ماه، این کار رو نخواهد کرد. ولی روزی هم که میزنه باز این ریسک وجود داره که این موشک در میانه راه به یک علت پیشبینی نشده این منفجر بشه. بنابراین شکست در مورد کارهایی که قراره در آینده اتفاق بیفته یک عنصر ثابت، یعنی موجودیه در هر برنامه. بنابراین نباید از شکست ترسید، نباید گفت من کاری نمی کنم برای اینکه ممکنه شکست بخوره. اما مضحکه شدن چیز دیگری است. مضحکه شدن چه موقع اتفاق میفته؟ یک وقت هستش که خود حکومت برای خراب کردن ایماژ آلترناتیو میاد آلترناتیو هایی رو میسازه یا تشویقشون میکنه به هر صورت ممکنی که شماها بریم یه آلترناتیو بسازین، و میدونه که این شکست خواهد خورد و طوری این نمایش رو انجام میده که عرض کنم که نتیجه کار مضحکه خواهد بود. همیشه آدم از شکست درس میگیره، ولی از مضحکه نمیشه درس گرفت. نمیشه دو مرتبه قد راست کرد در اون حوزه معین. و عرض کنم که این مضحکه هم بیشتر در صورتی شکل میگیره و اتفاق میفته که اون کسی که اقدام کرده به عرض کنم که آلترناتیو سازی شروع بکنه به قلف کردن، وعده های ناممکن دادن و سعی کردن در این که مردم این رو باور بکنه، و
و وقتی که شکست از راه میرسه، این شکست با خودش درسی برای آینده نمیاره، بلکه کل مسئله رو بی‌معنی و پوچ میکنه. این رو من فکر میکنم خیلی باید توجه کنیم راجبش. این مسئله حقائزم که موضوع بحث امروز ما هستش، این تیکه از ماجرا رو نگاه میکنه. و الا شما نگاه کودتای نوژه هم همین در همین ماه تیر اتفاق افتاد و شکست هم خورد، ولی هیچ کس نمیگه که کودتای نوژه مضحکه بود و در این حال دیگه نباید به این گروه کارها فکر کرد، بلکه این میره توی حافظه مقاومت مردم در مقابل حکومت. این که حالا در گذشته چه تلاش هایی برای ساختن آلترناتیو شده و چرا اونها شکست خوردن، خود به خود ما باید متوجه اون تلاش های جدی باشیم، نه اون تلاش هایی که بر بنیاد مسحکه ساخته میشن و فارغ از حقامینس هستن. مثلا یادمونه که در همون سال 2013 بود فکر میکنم که همین جنبش سکولار دموکراسی ما به وجود آمد، در این حال قرار شد که یک اتفاقی هم بیفته به نام مثلا ایجاد شورای ملی که شاهزاده در واقع وقتی که موجودیتش اعلام شد یا فکرش اعلام شد، هم شاهزاده هم شهبانو هم بسیاری از اعضای خانواده اونها هم اعلام حمایت و اسنویسی کردن. یعنی خیلی جریان جدی بودش. اما خب میبینیم که در پاریس این جلسه تشکیل میشه، اعلام موجودیت میکنن، 16,000 نفر میان و اسنویسی میکنن درش و خود شاهزاده هم به عنوان سخنگوی اونجا انتخاب میشه. اما 3-4 سال بعد یهو میبینیم که نه تنها این کار موفق نشده، بلکه شاهزاده هم که از سخنگویی تبدیل شده به رئیس این مجموعه استعفا میده. حالا نحوه استعفا چگونه هست و این رو کاری ندارم. چرا این کار اتفاق اینطور اتفاق افتاده استش که به نظر من به موضوع بحث ما برمیگرده. به هر حال میخوام بگم که در هر موردی که پیش آمده این مسئله مطرح بوده است که آیا هدف درست انتخاب شده، آیا زمان اعلام موجودیت درست بوده یا نه. همه اینا رو که نگاه بکنیم و میتونیم حدس بزنیم که چنین جریانی در لحظه که داره اتفاق میفته میتونه شکست بخوره یا احتمال پیروزیش بیشتر از احتمال شکستشه. تلاش های اینجوری زیاد شده. به نظر من این ایستادن بر لبه حقا شدن بدترین مشکلیه که میتونه وجود داشته باشه. یعنی آدم طوری اقدام بکنه که شکستش مایه مضحکه بشه و به نظر من در این مورد جمهوری اسلامی از همه اپوزیسیون پیشتره در ایجاد عرض کنم که آلترناتیف های منجر به مضحکه شدن، حتی اگر خود اون آلترناتیف ندونه. در مورد حقا خب ما میدونیم که یک فریب بزرگی که در کار بود، سعیم کردن که یه جوری وصلش بکنن به حکومت اسلامی، ولی من به یادم نمیاد که قرائن معینی رو پیدا کرده باشن برای این کار. اما خب مثلا شروع کنید یه آقای به نام شعله سعدی یه میاد و شروع میکنه راجع به نمیدونه حمله کردن به خامنه ای و حکومت رو میخواد بر بیاندازه و این حرفا. ولی چون اصلا توی این مجموعه ای که ایشون داره عمل میکنه هیچ آثاری از امکان توفیق وجود نداره، امکان مضحکه شدنش بیشتر از امکان شکست خوردن سرفرازانش میتونه باشه. به هر منظور من اینه که شما هر کدوم از این مدعیان آلترناتیو رو که در نظر بگیرید، ما باید یک سری ضابطه داشته باشیم تا بتونیم قضاوت بکنیم که چون این عازم آینده هست
درصد شکستش بیشتره یا درصد پیروزیش یا درصد مضحک شدنش. این معیارهایی هستن که به نظر من ما رفته رفته به طور حتی ناخودآگاه تو ذهن هممون وجود داره. نگاه میکنیم به اتفاقی که داره میفته و میگیم این اون چیزی نیست که بتونه به سامان درستی برسه. خیلی ممنون. سپاسگزارم. بله، حداقل تجربه 43 سال اخیر دیگه تقریبا به همه ثابت میکنه که تا حدودی در میابیم که آیا واقعا بعضی از تشکل‌ها به سامان میرسه یا نه. اما آقای دکتر نوری‌علا، شما در صحبتتون به چلبی سازی اشاره کردید و حقیقتا برای من نامعلوم هست که ارتباط بحث چلبی سازی در این بحث با این بحث چی هستش، اگر که توضیح بدید ممنون میشه. ببین، ما داریم راجع به آلترناتیو صحبت میکنیم. انواع آلترناتیو رو میتونیم در نظر بگیریم. دو تا آلترناتیو هستن که اینها ربطی به ملت ندارن، برای اینکه مأموریت خودشون رو از جای دیگه میگیرن و احتمال این که حتی اگر پیروز بشن، پیروزشون پیروز ملت نیستش یا اینکه مضحکه بشن. به این علت هستش که من در جوار حقایز مسئله چلبی سازی رو مطرح کردم، برای که اونم یه نوعی از آلترناتیو سازیه، اما آلترناتیویه که انتخابش با مردم ایران نیست، با امریکاست، با انگلیسه، با جاهای دیگهی که در کشورهای دیگه دخالت میکنن. چلبی رو ما از کجا آوردیم؟ چلبی اولین کسی بودش که امریکایی‌ها بعد از فتح عراق و سرنگون کردن صدام آوردن گذاشتن اونجا به عنوان نخست وزیر که خودشون انتخاب کرده بودن، نه اینکه ملت عراق برن بگن که ما چلبی رو میخواییم. فقط به عنوان دوتا نمونه از آلترناتیو سازی که محکوم به شکست هستن به خاطر اینکه از دل اراده مردم برنخواستند، این رو من آوردم توی بحث. سپاسگزارم. آقای محمد مکرمی، بفرمید، خواهش میکنم. متشکرم خانم قیاسی. من تصور میکنم که دو تا مبحث هست، یکی آلترناتیو سازی هست، یکی کمدی سازی هست، برنامه کمدی ساختنه. من فکر میکنم که این افرادی مثل آقای حخا و حخاییسم و اینجور چیزا بیشتر همون کمدی سازیه تا آلترناتیو سازی. اصلا نمیشه اسم آلترناتیو همچی چیزایی روش گذاشت. حتی اسم جریانات سیاسی و برانداز و اینا هم نمیشه دوشون گذاشت. برشک، چون هیچ کدوم از این چند مرحله آلترناتیو سازی، این مراحلی که جناب دکتر طرح برنامه‌اش رو ارائه دادن رو، اینا هیچ کدومش رو ندارن، یعنی حتی هدفش رو هم ندارن. میگم یه جور برنامه کمدی ساختنه واسه طنزه، که حالا یا یه موقعی از داخل کلن از اول طرح برنامه‌اش ریخته میشه از داخل حکومت ایران، حکومت حال حاضر ایران، یا اینکه یک نفر متوهمی در یه جایی نشسته واسه کاسبی، واسه جذب و مخاطبه یا هر چیزی دیگه که تصوراتش اومده، شب خوابیده صبح بیدار شده تصور کرده الان خدا هست یا امام زمانه یا نمیدونم یه چیزی در اون حلول کرده و میخواد الان مردم رو نجات بده، همچین چیزهایی تو ذهنش اومده. یعنی که میگم همینجوری تصور کرده که میتونه یه جذب مخاطبی بکنه و مثل این آقای حخا یه تعدادی رو هم جمع میکنه دور خودش و همون، حالا چون بالاخره آقای دکتر فرمودن که اون موقع چند هزار نفر هم سر اون تاریخ و زمان هم حضور پیدا کردن در میدان آزادی اینا، خب یه تعدادی همیشه اعتقاد به نیروهای ماورایی و فال و نمیدونم اجنو از این چیزا همیشه داشتن و دارن. این یه چیز تو هر چقدر سطح فرهنگی، سطح آگاهی پایین باشه، این تعداد افراد هم بیشتر هستن. این یه چیز مسلمه، وقتی سطح آگاهی بالا میره اینجور چیزا هم کمتر نمود پیدا میکنه. از اون طرف بحث آلترناتیو سازی هست. خب یه جریانات و تشکل‌هایی هم واقعا در طی سال‌های گذشته واقعا به شکل ایجاد آلترناتیو